به نام خداوند پاک و مهربان، با عرض سلام و احترام خدمت همه شاگردای عزیز نازنین، آرزو میکنم که در لباس صحت و عافیت کامل باشین. خوشحال هستم که باز هم من احمد بلال اکسیر در خدمت شما عزیزا قرار دارم و آرزو میکنم که درس های گذشته را مرور کرده باشین و همچنان کار خانگی که بر شما سپرده بودم اونا را به خوبی انجام داده باشین. آرزو میکنم که والدین گرامی هم با شما عزیزا همکاری کنه تا خوبتر و بهتر درس ها را یاد بگیرین. شاگردای عزیز نازنین، در درس گذشته بر شما عزیزا روی موضوع که عبارت از نامگذاری الکان ها و الکایل بود مقدار زیاد صحبت کردیم که ما شما از آیوپک هم طریقش شماره های زیادش بر شما گفتیم. امروز میخوایم سر شماره های بعدیش که بقیه برنامه ما است بس بکنم و همچنان دوستای عزیز نازنین، عنوان امروز ما است اما متبقی چند شماره که از نامگذاری الکان ها باقی مانده بود و درس ایزومیری و خواص الکان ها شاگردای عزیز که میخوایم بر شما عزیزا امروز یاد بدهیم. هدف ما دوستای عزیز نازنین از درس امروز یادگیری مفهوم ایزومیری که ایزومیری چی معنا میده و خواص الکان هاست. امی الکان ها چی خاصیت دارن، چه قسم از خود خصوصیات دارن امروز بس میکنیم که درس دهم ما و شما عزیزا میشه. خب شاگردای عزیز، شروع میکنیم بخیر به نام خدا باز هم دوستای عزیز که درس امروز ما شما به ادامه نامگذاری الکان ها به طریق آیوپک است. دوستای عزیز نازنین، با اجازه شما من یک قسمت عنوان پاک بکنم به خاطر که شما عزیزا فرصت پیدا شده برای تخته که خوبتر موضوع را درک کرده بتانید. خب شاگردای عزیز، پس میایم دوستای عزیز نازنین در شماره دوم طریق آیوپک. شاگردای عزیز نازنین، یاد ما باشه که هرگاه زنجیر مستقیم نباشه و منشعب باشه، انتخاب زنجیر طویل. شاگردای عزیز نازنین، انتخاب زنجیر طویل. دوستای نازنین، یعنی ما شما باید زنجیر طویل چی کنیم؟ انتخاب بکنیم. چه قسم زنجیر طویل دوستای نازنین؟ شما دقت بکنین، هرگاه ما شما ات یک زنجیر داشته باشیم، من به شما مثال کار میکنم که شما اجزا خوبتر و بهتر موضوع را درک بکنین. دوستای نازنین دقت کنین، CH2 و CH3. دوستای نازنین، یاد ما باشه که ما شما باید در الکان ها زنجیر طویل پیدا بکنیم. چی معنا میده؟ یک تا کربن، دو تا کربن، سه تا کربن، چهار تا کربن، پنج تا کربن، این پنج تا کربن شد. اگر حساب بکنم دوستای نازنین، یک تا کربن، دو کربن، سه کربن، چهار کربن، این خیلی کم از دوستای نازنین طویل نشد. یک تا کربن، دو تا کربن، سه تا کربن، چهار تا کربن، خیلی زنجیر طویل کدامش بود دوستای نازنین؟ زنجیر طویل همین زنجیر عمومی یا بالا از دوستای نازنین که ما شما ایرا انتخاب میکنیم. شما از دقت بکنین که ما بر شما اینجا ایرا چوکات هم بکنم که شما خوبتر و بهتر موضوع را درک بکنین. اینا دوستای نازنین شماره دو بود، انتخاب زنجیر طویل. شماره سه دوستای نازنین ای است که ما شما شماره گذاری زنجیر طویل از طرف بقیه یا دوستان نازنین امی شعبه یا انشعاب دوستان نازنین انشعاب صورت میگیرد. خب دوستان نازنین، در شماره سوم ما دقت میکنیم که باید شماره گذاری را از زنجیر طویل از طرفی که به بقیه نزدیک باشه انشعاب صورت میگیرد. دوستان نازنین، از طرف ما چی میکنیم؟ شماره گذاری را شروع میکنیم. دوستان نازنین، شماره گذاری دقت بکنین، اگر از این طرف به CH3 نزدیکتر قرار میگرفتم از این طرف شماره گذاری میکنم دوستان نازنین، اگر از این طرف به شماره به نزدیک قرار میگرفتم از این طرف. اینال دوستان نازنین، یک دو سه اینجا در سیوم قرار میگیره، از این طرف هم یک دو سه. پس در اینجا دوستان نازنین فرق نمیکنه از کدام طرف میاین، اما اگر این دوم می بود باز من از دو طرف دوستان نازنین شماره گذاری میکردم. پس یک دو سه چهار پنج، این دوستان نازنین امی زنجیر خود شماره گذاری هم کردم. دوستای عزیز، من شماره سیوم پاک میکنم بر شما، میخوایم که امیجا شماره چهارم هم ذکر کنم چون بیاز شماره ها در کتابتان ذکر شده. خب دوستان نازنین، در شماره چهارم دقت میکنین. در شماره چهارم دوستان نازنین ما شما زنجیر چه قسم نام گذاری میکنیم؟ خوب دقت کنین، من بر شما فرموله که جور میکنم چون خطش بیاز در کتاب شما است. دوستان نازنین، شماره بقیه دوستای عزیز، شماره بقیه جمع
نام بقیه. بقیه چی میگه؟ امو دوست نزنین در حقیقت امو شاخه که ما شما گفتیم نامش هم باندیم بقیه یا انشعاب. دوست نزنین جمع، جمع چی؟ نام شماره، شماره یا زنجیر مکمل. دوست نزنین زنجیر، زنجیر طویل. اینا دوست نزنین زنجیر طویل ما شما نامش میگیریم که چند تا کاربن داره. خب دوست نزنین شماره بقیه، بقیه در کدام شماره از دوستای عزیز؟ اگر دقت کرده باشین بقیه در کاربن چندم است؟ سیوم. اینا شماره بقیه. نام بقیه این دوستان از این نگهیاتان باشه، 34 که بود میتان بود، یک تا رابطه آزاد داره، یک تا هیدروژن کم داره. خیلی نام از این چی است؟ میتایل. دوستان از این سه میتایل، سه میتایل نه در کاربن سیوم میتایل نست، پس سه میتایل. زنجیر چقدر از دوستان از این؟ پنج تایی است. زنجیر که پنج تایی است دوستان از این، زنجیر چی است؟ کدام فامیل؟ الکان ها. پنتان، پنتان. اینه دوستان عزیزین پنتان، پس فهمیدیم سی میتایل پنتان. اینه دوستان عزیزی میشه نامگذاری آیوپک شما عزیزا. خوبتر و بهتر موضوع درک کرده باشین. بنابراین دوستان عزیزین به شما بازم میگم که اول زنجیر طویل انتخاب میکنیم، بعد از او شماره گذاری از طرف میکنیم که به امی شعبه یا شاخه نزدیکتر باشه. باز نام شماره که امی شاخه است میگیریم، نام امی شاخه را میگیریم و بالاخره زنجیر نامش به صورت عموم یا کلی نام میگیریم. خب دوستای عزیز پس شما فهمیدین که موضوع چه قسم است. دوستای عزیز یک اپا میخواییم یادآور شم که اگر دوستان از این امی به شکل نامگذاری معمولی می بود باز من بهش چی استفاده میکردم؟ ایزو استفاده میکنم چون یک شاخه داره. دوستای نازنین موضوع دیگر که میخواییم به شما یادآور شم ایزومیریز. دوستای نازنین ایزومیری در الکان ها. شاگردای عزیز نازنین شما میفهمین علت از این که مرکبات در الکان ها بسیار زیاد است، بسیار در الکان ها و اما تو کیمیای عضوی مرکبات زیاد داره به صورت عموم، علت ایزومیری شان از دوستان نازنین که هر مرکب از خود ایزومیری داره. چی معنا میده دوستان نازنین؟ هرگاه فرمول مولکولی مرکبات یکسان باشه اما فرمول ساختمانیش یا مشرش متفاوت باشه به نام ایزومیری یاد میشه. مثلا دوستان نازنین بیوتان دو ایزومیری داره که من با شما ایزا میخوایم اینجا یادآور شم. دوستان نازنین بیوتان شما میفهمین که 34 دو چندش کنین؟ 8. 8 دو اضافه کنین 10. دمو فرمول دوستان نازنین 34 H 10. خب دوستان نازنین من بر شما دو تا فرمولش اینجا جور میکنم، دو تا ایزومیریش دقت کنین دوستان نازنین. یک ایزومیریش خب مستقیم است CH3 CH2 CH2 CH3. اینا شاگردای عزیز نازنین پس یادتون باشه که یک تا شکلش به این رقم از دوستان نازنین که اگر ما شما نامش بونیم میگیم نورمال بیوتان، نورمال بیوتان. دوستای عزیز انال اگر ما شما این یک شاخه بتیم میشه CH3 رابطه C رابطه C رابطه CH3 رابطه CH3. اینه دوستای نازنین خوب شما دقت کنین من اینجا چی کردم؟ اینجا خوب است که ما شما نشته کنیم CH. اینه دوستای نازنین میشه رابطهش پوره 1, 2, 3 یا 4. دوستای عزیز یک دانه شاخه داره ما شما چطور نامش میگیریم؟ ایزو، ایزو بیوتان، ایزو بیوتان. خیلی شما دقت کنید دوستان نازنین هرگاه یک شاخه داشته باشه ایزو، هم گپ قبلا به شما گفته بودم مستقیم باشه نرمال. خیلی دوستان عزیز اینم دقت کنید حساب میکنم یک کاربن، دو کاربن، سه کاربن، چهار کاربن. هیدروژن ها حساب میکنم 3 و 3 6 3 9 1 10 10 تا هیدروژن. از این حساب کنید دوستان نازنین یک کاربن، دو کاربن، سه کاربن، چهار کاربن. هیدروژن ها حساب میکنم 3 و 3 6 دوستان نازنین 6 و 2 میشه 8، 8 و 2 میشه دوستان نازنین 10. پس هم چند تا هیدروژن داره؟ 10 تا هیدروژن داره. بنابراین دوستان نازنین هرگاه فرمول مولکولی دو مرکب یکسان باشه، ببینید هرش یک فرمول داره. اگر از من پرسان شوه کی چی است؟ میگم C4H10 است. C4H10. اگر از من ایران پرسان کنه میگم C4H10 است دوستان نازنین. C4H10. دوستان عزیز پس ببینید که هر دوی از یا یک رقم فرمول مولکولی دارن. اما فرمول ساختمانیشان دوستان نازنین فرمول ساختمانیشان چی است؟ متفاوت است. یک شی رقم فرمول داره یک شی رقم به نام ایزومیری یاد میشه. خب چند تا ایزومیری داره دوستان نازنین؟ دو تا ایزومیری داره.
دوستای نازنین فراموش نشه که ما شما فقط با اینا معرفی میشین در صنف، در صنف 12 بخیر که شما رسیدین ان شاء الله. اینجا باز بشار یار مکمل دوستان نازنین به شکل مشرح خاط خواندین و خوبتر و بهتر موضوعات بالاتر یاد خاط گرفتین. خب دوستای عزیز، برای شما اجازه میخواهیم که فقط موضوع دیگر را که اشاره کنم، موضوع خواص فیزیکی الکان هاست که فقط دوستان نازنین به شما من یادآور میشم و درس ما شما برای امروز کفایت میکنه. دوستان عزیز، شماره اول را که شما بفهمید، چهار مرکب اول الکان ها به حالت گاز پیدا میشه. چی معنا میده؟ یعنی مرکب اول الی مرکب چهارم که شما در طبیعت بخواین پیدا کنین به کدام حالت است؟ به حالت گاز است دوستان نازنین، به حالت گاز. دوستان نازنین، از مرکب پنجم دوستان نازنین تا به مرکب دوستان عزیز تا به مرکب هفدهم یاد ما باشد، تا به مرکب هفدهم به حالت مایع از دوستان نازنین، از کربن هجدهم یعنی از مرکب هجدهم تا به آخر دوستان نازنین دیگه، تا به آخر مرکباتش کلش به حالت چی پیدا میشه؟ جامد. خیلی دوستان نازنین، میتان به کدام حالت پیدا میشه؟ کربنش از یک چند تا کربن است؟ یک تا، حالت گاز. درست است دوستان نازنین؟ اگر از ما پرسان شود که C5H12 به کدام حالت پیدا میشه، میگم صبر کن کربنش چند تاست؟ 5 تاست. ما گفته بودیم که از 5 تا 17 به حالت مایع است. خیام به حالت چی است دوستان نازنین؟ به حالت مایع است. بنان دوستان نازنین یادتان باشه که ما شما به میرقم یک تقسیمات داریم در خواص فیزیکی الکان ها. دوستان عزیز، پس فهمیدیم که کدام موضوع را باید شما دوستان عزیز بفهمید. پس فهمیدیم که هم الکان ها به حالت گاز است، هم به حالت مایع و هم به حالت جامد. نقطه غلیان آنها دوستان عزیز، هر قدر که کربن ها تعداد زیاد میشه نقطه غلیانشان چی میشه دوستان عزیز؟ بلند میره. مثلا میتان سعی کنین دوستان عزیز، یک تا کربن داره، نقطه غلیانش کمتر از پنتان است. چرا؟ چونی یک تا کربن داره، ای 5 تا داره. هر قدر که کربن زیاد شد نقطه غلیان چی میشه؟ زیاد، یعنی جوش دادنشان سخت میشه. اینه دوستان عزیز، ما با آسانی نمیتونیم جوش بدیم یا غلیان بدیم، اما اینه با آسانی میتونیم. چرا؟ چون که دوستان عزیز این یک تفاوت است. یا می رقم 10 از 11 کرده غلیانش پوینتر، 20 از 21 کرده غلیانش کمتر. پس فهمیدین دوستان عزیز که نقطه غلیان با الکان ها با ازدیاد اتم های کربن چی میشه؟ زیاد میشه. دوستان عزیز، کثافت از یاد همیشه کمتر از کثافت آب است. کثافت آب دوستان عزیز ما شما بلد هستیم که 1 گرم فی میلی لیتر است از آب. بنابراین کثافت از یاد از 1 گرم فی میلی لیتر کمتر می باشه. و همچنان دوستان عزیز، تمام الکان ها به شعله آبی رنگ می سوزه. وقتی که الکان ها را بسوزانین دوستان عزیز، رنگ آبی رنگ می سوزه. مثلا میتان شما بسوزانین رنگ آبی داره از خود نشان می ده، چون الکان میتان دوستان عزیز از جمله الکان هاست. و همچنان دوستان عزیز، الکان ها در آب غیر منحل هستند. و دوستان عزیز، اما یاد ما باشه که در محلل های عضوی اگر بخوایم اینا را حل بسازیم خوبتر، مثل تیل بنزین یا میتونه دوستان عزیز اینا را خوبتر و آسانتر به خود حل بسازه. امیدوار هستم که شاگردای عزیز نازنین درس امروز خوب فهمیده باشین. یک مرور مختصر میکنم از درس امروز. الکان ها به طریقه پک شمارش فهمیدیم که زنجیر طویل انتخاب میکنیم، شماره گذاری از طرف میکنیم که شاخه نزدیک باشه. بعد از دوستان عزیز نام شماره شاخه را میگیریم، نام شاخه را میگیریم و زنجیر طویل نام میگیریم. همچنان دوستان عزیز، بر شما در ایزومیری گفتم هرگاه فرمول مجموعیشان یکسان باشه، اما وقتی که مشرب سازیش یا ساختمانیش سعی کنید متفاوت باشه، به نام ایزومیری یاد میشه که ما شما در بیوتان دیدیم. و همچنان دوستان از این خواص فیزیکی الکان ها را فهمیدیم که به حالت گاز مایع جامد یافت میشه الکان ها. اگر از کربن یک تا چهار، چهار مرکب اولش کلش گاز است، از 5 تا 17 مایع است، از 17 به بالا جامد است. و دوستان از این شماره بعدی را فهمیدیم که هر قدر کربن زیاد میشه نقطه غلیان زیاد میشه. و همچنان دوستان عزیز، کثافتش گفتیم کمتر از کثافت آب است، یعنی دوستان در سر آب میتونه شنا بکنه. و همچنان دوستان از این ایران فهمیدیم که در آب غیر منحل است، در آب حلش کرده نمیتونیم، مثل که بوره را حل میکنیم بوره حل کرده نمیتونیم. اما در محلل های عضوی، یعنی در مواد عضوی باشه مثل تیل و بنزین یا میتونیم ما شما دوستان عزیز اینا رو خوبتر حل کنیم. کار خانگی شما ازایی است که درس امروز بیرون نویس میکنین، مختصر نویسی میکنین و خوب مرورش میکنین و نکات را که به شما یادآور شدیم اونا را حفظ میکنین. تا یک روز بعدی در خدمت شما عزیز قرار میگیریم. شما را به خداوند پاک و متعال امانت میسپاریم. شاد و موفق و سربلند باشید.